منم یاد خداوند بیاندازه مهربان و بخشایشگر هست. سلام علیکم، بعد از چشتون بخیر. امیدوار هستم جور ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. برنامه رسم زندگی آغاز شد و نیم ساعت مهمان خانه شما هیجان هستیم. چه خوب است پایین هز برنامه بیندی برنامه خودتان باشید و ما منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات تک تک شما خوبان هستیم. از طریق راههای ارتباطی برنامه چارش تشک کلید 47 و همچنین صفحه فیسبوک و برنامه، ما همیشه وقت تلاش میکنیم به هر نظر شما هیجان هرج گذاری داشته باشیم تا بتونیم از نظریات شما بهترین موضوعات را انتخاب بکنیم تا تقدیمتان بکنیم. از طریق برنامه رسم زندگی، برنامه رسم زندگی همیشه وقت کوشش میکند تا بهترین موضوعات طبی، اجتماعی، فرهنگی را تمام شما مورد بحث قرار بدیم تا مشکلات شما تا حد حل شود و شما هیجان میتونید نظر به موضوع برنامه تماس داشته باشین. با شماره تماس 02220290 موضوع امروز برنامه رسم زندگی برمیگرده بر زردی سفید. ای که حالا بدانیم زردی چی هست، زردی در کل چند نوعه هست، زردی سفید چگونه به وجود میاد، چگونه میتونیم پیشگیری داشته باشیم، روی درمان در چیست، پس شما هیجان میتونید سهم فعال داشته باشین در بخش امروزی و رسم زندگی. و این بحث مهممون رو آغاز میکنیم با مهمان برنامه‌مون جناب دکتر صاحب قیس نگزاد که ایشان متخصص همراز داخله و استاد دانشگاه طبی کابل هستند. در رابطه به همین موضوع خیلی ها مهم صحبت میکنن. بازم جا دارد که یک یادآوری خیلی کوتاهی داشته باشم از شما. تماس برنامه 02220290 میتونین از طریق همین پل‌های ارتباطی در برنامه تماس داشته باشید و پرسش هایتون را بازگو بکنید. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین، وقتتون بخیر. حضور شما و تمام دستندرکاران عزیزتان و تمام هموطنان عزیزی که امینک نونده سه تا سر افغانستان بیننده برنامه زیبای رسم زندگی هستن، عرض ادب و احترام دارم. امیدوار هستم تمام هموطنان های خوب ما از گزند روزگار در امان باشن و از بحث کوتاهی که چند لحظه محدود ما با شما می داشته باشم به دانش صحی طبی و به آموزش در مورد صحتشان افزوده شود. تشکر، زنده و سلامت باشین جناب دکتر صاحب. در نخست چه خوب است یک مقدمه داشته باشیم در رابطه با زردی سفید، بعد میریم به طرف دیگر پرسش. قبل از اینکه ما در مورد زردی سفید صحبت های داشته باشیم، بهتر است که التهاب جگر را در موردش کمک رو شما پرتون وقتی در اکثر جایا شنیده باشین که به طور مثال هپاتایتی بی، هپاتایتیس سی، هپاتایتی ای یا سایر انواعش. خود همی هپاتایتیس یعنی به این مفهوم به اساس هر علتی که جگر یک نفر التهابی شود. اگر علت مشخص موجود باشه و جگر التهابی شوی نمیره به نام هپاتایتیس میگن. عوامل مختلف وجود داره که باعث میشه تا جگر را در نزد یک فرد التهابی بسازه. مثلا اونایی که در حسی استفاده انواع و اقسام مختلف الکل افراط میکنن، اونایی که به طور مثال چربی جگر میداشته باشن، بعد از حاملگی ممکن است جگر یک فرد التهابی شوه، انواع و اقسام مختلف سمارقای زهری و سایر داروهای گیاهی که وجود داره ممکن است برای جگر تاثیرات سمی داشته باشه و التهاب را در جگر به وجود بیاره. آهن و مس در صورتی که عضلات نرمال در وضعیت شما افزایش پیدا کنه ممکن است التهاب جگر را به وجود بیاره. در ضمن پاراستامول استفاده بیش از حدش که یک دوا به خاطر تسکین درد و تب است ممکن است التهاب جگر را به وجود بیاره. یکی از جمله عوامل بسیار عمده که باعث میشه تا جگر یک فرد التهابی بسازه، وظیفه‌ش خدشه‌دار کنه و در نهایت احساس به طرف ناکامی ببرش وایرس هاست. یعنی یک جمله از جمله موجودات زنده که ممکن است جگر در طولانی مدت التهابی بسازه عبارت از وایرس هاست. انواع و اقسام مختلف وایرس ها ما داریم. وایرس به طور مثال A داریم، B داریم، C داریم، D داریم، E داریم که در افغانستان به اساس عرف جامعوی که ما شما داریم سر از زردی سرخ و نارنجی و جگری و گلابی نام ماندن، در حالی که در یکی از مواخذ اصلا به نام زردی سفید و زرد و سرخ و سیاه چیزی وجود نداره. ما هپاتایت A داریم، B داریم و C داریم که در افغانستان اون ایش زردی زرد میگن، بیش زردی سیاه میگن و سیش زردی سفید میگن. به خاطر از این ما امروز گفتیم موضوع برنامه زردی سفید است که بحث آن فن باشه، ولی اکادمیکن یا علما چیزی به نام زردی سفید وجود نداره. موضوع اساسی برنامه به نام هپاتایت C هست. ای از جمله وایرس هایی هست که در ساختمان خود آرنه داره، هفت نوع جنتیکی از ای وجود داره، به شیوه های مختلف ممکن است به یک فرد انتقال کنه. وقتی که انتقال کرد باید اقدام شوه، فالو اپ شوه، تعقیب شوه. اگر از شکل حاد به مزمن تبدیل شد ممکن است تا در مدت 10 سال یا 20 سال جگر فرد به طرف ناکامی بره و در نهایت حتی به سرطان های جگر یا هپاتوسلول کارسینوما بیانجامه. بنابراین موضوع مزاح نیست. متاسفانه واکسین برازی تا به حال در دنیا قابل دسترس نیست. یگانه چیزی که هست که ما فاکتورهایی را باید پیاده کنیم که از سرایت وایرس به ما جلوگیری به عمل بیاید.
قنجاق تر صاحب شما حیثان باز هم اگر میخواین تماس مستقیم داشته باشین با برنامه خودتان، شما تماس برنامه در اختیارتان است. 0220 220 93 ما منتظر تماس شما خوبان هستیم و کوشش بکنین یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین تا محافظتان را به گونه درست در برنامه با خود داشته باشیم تا بتونین مشکلاتتون را به گونه درستش بیان بکنید. خب حالا جناب دکتر صاحب در رابطه به این گفتین که به شیوه های مختلف انتقال پیدا میکنه، اگر اشاره داشته باشین در رابطه به دقیقاً بانون الاب، من میخوایم راه ها و شیوه های اساسی که زردی سفید که یک مرض فوق العاده خطرناک است و در 85% واقع به شکل مزمن میره و در نهایت سویوی سرطان های جگر در نزد فرد افزایش میده، شیوه های اساسی که زردی سفید از یک فرد به فرد دیگه انتقال میکنه مشخصاً کدام ها است؟ تا سال های قبل 90% انتقالات از طریق بلاد ترانسفیوژن یا انتقال خون صورت می گرفت. از فرد به فرد دیگه وقتی خون تطبیق می شد، از فرد به فرد دیگه خون وقتی که به طور مثال تطبیقاتش صورت می گرفت که اصلا در نظر گرفته نمی شد کمی خون را که ما بدن فرد دیگه تطبیق می کنیم این جور است نیست، زردی سفید داره است یا داره هیچ داره نداره، فقط به طور مثال مثل یک سیروم وارد بند می شد، در نهایت دیده شد که 90% انتقالات از طریق همین بلاد ترانسفیوژن یا تبادل خون صورت می گرفت. ولی آستاستا چون به طور مثال آگاهی ما بلند رفت، خون قبل از تطبیق مورد آزمایش قرار میتن، بنابراین فعلا فقط 4% زردی سفید از طریق خون انتقال میکنه، یعنی خون ملوثه که به فرد سالم تطبیق شود. شیوه دومی که ممکن است باعث شود تا زردی سفید از یک فرد به فرد دیگر انتقال کنه، هر نوع به تماس آمدن خون فردی که به طور مثال مریض است که خون فردی که جور است، بذارین که بخی به طور مثال عامیانه صحبت کنم، یعنی اگر به طور مثال یک فرد ملوث بود، یک سوزن یا سرین در جان از او خورد، در خون از او خورد و در پس در جان سالم ما تطبیق دادیم، در حقیقت ما زردی را انتقال دادیم. یا اینکه به طور مثال در آرایشگاه مختلف به طور مثال وسایلی که به خاطر تتو و به خاطر به طور مثال چیدن ابرو و گپا و یاد طبقه اون استفاده میشه، و یک وسایلی که به خاطر به طور مثال اسلای موی در نزد طبقه ذکور در سلمونی استفاده میشه، اینا در صورتی که به صورت درست به شکل دیسپازیبل یا یک بار مصرف استفاده نشه، در حقیقت باعث میشه تا عامل وایرسی را از فرد مریض به فرد سالم انتقال بده. شیوه دیگه ممکن است در جریان به طور مثال تطبیقات در شفاخانه برای یک فرد انتقال کنه، مثلا یک نرس است پیچکاری مریض تطبیق میکنه، سر سرنج که به طور مثال کمی داخل میکنه، سرنج ملوث در دستش میخوره و در نهایت انتقال داد زردی سفیده. در پهلوی از این فاکتورها ممکن است بعضی اوقات زردی سفید از طریق سکشوال اینترکورس یا مقاربت جنسی از فرد ملوث به فرد سالم انتقال کنه، ولی بسیار به شکل متبارزش نیست، خب مریضا بازم باید احتیاط کنند. در پهلوی از او بعضی اوقات امکان داره که زردی سفید اگر یک مادر می داشته باشه وقتی که ولادت میکنه، در صورتی که خون مادر ملوث با خون جنین یا نوزاد به تماس بیاد، در نهایت از طریق مادر به نوزادش ممکن است زردی سفید سب انتقال کنه، و زردی سفید و سیاهی که در طفولیت و در نوزادی یک فرد را مصاب ساخته باشه این خرابترین انذار داره، حتما به طور مثال میره به طرف سیروز کبد و به طرف ناکامی جگر و به طرف سرطان های جگر. در پهلوی از او یک فردی که اگر ملوث می باشه و خانم است و طفل شیرخور داره، به بسیار راحتی اینا میتونن طفل خود به شیر بتن و از طریق شیر زردی سفید از مادر به طفل انتقال نمیکنه. بله چه خوب است هموطنهای عزیزم بیاین که افضل سهر را رعایت بکنیم به گفته دکتر صاحب، چون همگی ما شما دوست داریم که جسم صحتمند و سالمه داشته باشیم. الان یک میان برنامه خیلی کوتاه و دوباره برمیگردیم با ما باشید. با سلام دوباره خدمت تمام شما دوستان بیننده، خیلی خوش آمدین. در ادامه برنامه قرار داریم، ادامه برنامه رسم زندگی است و قسمی که در ابتدا همچنان اشاره داشتم در رابطه به موضوع برنامه امروزی رسم زندگی که برمیگرده بر زردی سفید، که این بحث را همچنان آغاز کردیم با مهمان برنامه‌مون جناب دکتر صاحب قیس نگزاد که ایشان متخصص همراز داخله و استاد دانشگاه طبی کابل هستند، در رابطه به همین موضوع خیلی مهم صحبت‌هایی داشتن و همچنان دیگر پرسش‌هایی همچنان می‌داشته باشیم از مهمان برنامه‌مون. شما خوبان اگر میخواین که تماس داشته باشین، شما تماس برنامه در اختیارتان است. 0220 220 93 منتظر تماس های تک تک شما حیزان هستیم. خب جناب دکتر صاحب، بسیاری هست هموطنان من زمانی که دچار همین بیماری میشن یا دچار همین زردی سیاه یا سفید میشن، اینو مراجعه می داشته باشن نزد ملاحات که خب بعضی از خرافات وجود داره بخاطر این که زردی هزبین ببرید، هیچ قدر واقعیت دارد که واقعا هزبین میره؟ خب
شما همیشه کوشش میکنید که ما را به طور مثال در تضاد با کسایی که سحر جادو میکنن قرار بتین که کدام دم غلط بر ما نکنن. به هر صورتش ما ایره میخوایم از بود اسلامی و در ضمنش به طور مثال از بود تیبیش مورد ارزیابی قرار بتین. ببینید دم دعایی که مستند بر قرآن باشد در او لحاظ شریعت هیچ باکی وجود نداره، چون ما خودم یکی از حفاظ قرآن کریم هستم. ولی ای که به طور مثال سه به دو شق کردن و به طور مثال سیر در گردن انداختن و پیاز در گردن انداختن، این جزء مزخرفات است که نه جنبه طبی داره، نه جنبه دینی داره، نه جنبه فقهی داره و نه مستند بر احادیث است. بنابرای یک فردی که به طور مثال زردی یا جاندس پیش به وجود میاد، ببینی که چشم مریض زرد میزنه، دکچه های مخاطی دهن مریض زرد میزنه، ناخونهاش زرد میزنه، یا در خون از او مشکل می باشه، یا در کیسه صفرایش مشکل ممکن است کدام سنگ منگ موجود باشه، یکی جگرش کدام مشکل می داشته باشه، یکی به طور مثال یک سلسله تفاوت فعالیت های میتابولیکی بدنش تنقیص پیدا میکرده باشه. کشال کردن سیر در گردن از یعنی چی؟ یا پیاز در گردن از یعنی چی؟ هنوز هزار دانه میکروب دیگر هم جمع میکنن. یک خطایی است که باید ما این کار نکنیم. این یک موضوع جاندس یا یک بله. آن است که پیش اکثر افراد ممکن است تحساس کنه. دوم، زردی وایرسی را ما باید از او یرقان فرق کنیم. یعنی ممکن است تمام زردی های وایرسی خدا کنه هپاتایت ای باشه، بی باشه، سی باشه، اینا هم باعث شود تا جلد مریض زرد شود، ولی این کاملا یک موضوع علیحدی است. بعض اوقات یک مریضی که مراجعه می داشته باشه برش میگیم صاحب که مثلا پدرت مادرت در خانه زردی سفید سیاه چیز داشت نگاه داره، ولی میگیم برش میگیم که بزرگوار تو برو خون تمرد ارزیابی قرار بده که پیش تو هم نباشه. میگه دکتر من خود زرد نمیزنم. یعنی چی؟ ممکن است بعض اوقات هپاتیت بی در نزد یک فرد موجود باشه و اصلا کدام زردی زردگونه پیش موجود نباشه، یکی به تمثال زردی سفید باشه و اصلا به تمثال سفیدی چشم زرد نباشه. بنابرای یک سلسله دریافتهایی هست که ممکن است در مرحله هات اگر از هپاتیت بی یا سی برای یک فرد انتقال میکنه این هم یا پیش شاید موجود باشه که اگر تماس نداشته باشه ما به خود پرداختیم. بله جناب دکتر صاحب، حالا بیاین در رابطه به این همچنان صحبت هایی داشته باشیم که وقایع بهتر است یا تداوی. بسیاری از هموطنان باز هم میگم که دچار این بیماری میشن گویا از سرکه استفاده میکنن، بخصوص نوزادانی که دچار زردی سیاه یا سفید شدن دستمال را تر میکنن با سرکه و در روش میندازن. این چقدر میتونه تاثیر گذار باشد؟ آیا وقایع بهتر است یا تداوی؟ ما باز میخوایم تاکید کنم که به صورت دو موضوع از یکی دیگه مغالطه نشه. اکثر زردی هایی که بعد از ولادت در نزد نوزادان تحسس میکنه او عبارت از نیوناتال جاندس یا زردی نوزادی هست که یک موضوع فیزیولوژیک است. بعد از سفر شدن 72 شد کاملا ممکن است رفت شد و از بین بره. و زردی وایرسی که پیش یک فرد به وجود میاد این کاملا مزله علایده هسته. اگر زردی سفید یا سیاه در نزد یک فرد به وجود آمده باشه این گذاشتن به طور مثال تکه و گذاشتن به طور مثال پیاز اینا کنون درد را دوا نمیکنه. باید مریض آزمایش شود، تستای سرولوژیک پیش مورد ارزیابی قرار بگیره، وظیفه جگرش سنجش شوه، در پلوی از او پی سی آر که تعداد وایرس نشان بده که دالت چوچه دادن است نه ای تثبیت، و اگر نیاز باشه بر مریض دوا توصیه شوه. در غیر از او هر روز تال دادن و تاخیر در این موضوع باعث میشه تا ای که مریض بالای خود جفا کده بره. از کسی که به طرم سال برش دم کده و سیر در گردنش انداخته از او چی میره؟ حالا او روز ما یک چیز دیگه را شنیدیم که از برای خدا یک سر مکدام معلم صاحب است در یکی از نوای کابل امیلک های ویتلیگو یا پیس کسی را میسوزانه. این در کدام تکست بک آمده، در کدام مخز آمده و کجای از این جنبی تیپی داره؟ ما از خرافات آیستا آیستا باید بگذاریم دیگه. به می خاطر یکی از اهداف اساسی شخصا خودم که از طریق رسانه‌های مختلف در خدمت هموطنان ما قرار میگیریم تا اینکه آگاهی آمد در مورد امراض بلند بره. حالا ببینید که یک فرد زردی سفید داره میگه ولی من پریز میکنم، در کجا آمده که یک مریضی که به طرم سال هپاتایت سی داشت فقط پریز کنه و وایرس دارد و چوچه دادن باشه و هیچ اصلا دوا نگیره؟ یا مریض شکر یا دیابت داره به طرم سال میگه من فقط پریز میکنم دکتر سی دوا نمیخوره، میگه درد را دوا نمیکنه. بنابراین این مسائل باید آستاستا اصلاح شود. به گفته شما بزرگوار همیشه ما ایره به طرم سال در صدر جدول قرار میتیم که از این مریض مراتیر بیخی از مسائل مادیش مراتیر مردم باید خود وقایع کنن که مصاب آفت نشن. خدا کنه که کل دکتر صاحب بیخی به مریض بونه، ولی هدف در سر ازی است که وقایع همیشه ارجحیت برتریات و به طرم سال امو اولویت خود نسبت به تداوی داشته. خب کاش که در افغانستان کس خود وقایع کنه. فشار 190 بر به طرم سال 120 مردم می داشته باشد منظم هم گشت و گذار کدر ایس وقت باز وقایع میکنه که گرده را زد خراب کرد یا چشم مریض کور کرد، باز وقت چخچخ میکنه و افسوس میخوره که ای کاش تا کار نمیشد. حالا خوش شده دیگه. بنابراین واقعا باید وقایع را به تمام معنای حقیقیش ما باید پیاده کنیم. این نمیشه که فقط در گپ که مثلا ما خود وقایع میکنیم باز ببینی که مثلا یک معتاد از یک دونه سرنج مشترک 15 نفر استفاده می
میکنه. در سلمانی میریم از اینم یک پلک هست 16 نفر مویش اصلاح میکنه. وسایل آرایشگاه در یک خانه یک نفر به مثال زردی سیاه داره به خاطر که باش دگاه خفه نشه، ببینی که نه به مثال ظروف از او جدا است نه دیگر لا به دهن بارها به تماس می آید. یک فرد یک نفر به مثال پدر یک فامیل زردی سفید سیاه داره برش میگیم که او محترم اعضای دیگه خانواده تو واکسین کردی یا نه؟ میگه نه دکتر سی واکسین چی غیر وقایع هوایی از آسمان نمی آید. خوقایع توسط واکسین میشه یا توسط مثلا مثال یک اهتمامات میشه که خود فرد باید پیاده کنه. اگر یک فرد به طور مثال اهتمامات هم پیاده نمیکنه واکسین هم نمیکنه خیر وقایع خود چیزی نیست که به طور مثال برای هر فرد همتون مثل یک طالب جنگان وارو بیاید. باید افراد وقایع را به تمام معنای حقیقیش در زندگی خود پیاده کنه تا اینکه از ایجاد امراض به معنای درستش جلوگیری به عمل بیاید. بدون شک جناب دکتر صاحب. بعد بیاین هموطنای عزیزم بازم به شما خوبان میگم همگی ما شما اگر میخواییم که یک زندگی پر از آرامش و آسایش داشته باشیم پس متوجه صحت خودمان باشیم، متوجه صحتمندی خودمان باشیم. زمانی که اگر ما فرد صحتمند باشیم و افضل سر رعایت بکنیم، اگر دچار همین بیماری شدیم یا مبتلا به این بیماری شدیم یا وقایع خوبی داشته باشیم، اگر وقایع قطعا نتونستیم به زودترین فرصت نزد دکتر صاحب های عزیزمون مراجعه بکنیم. بیاین که از خرافات بگذریم. بازم منتظر تماس شما عزیزان هستم. شماره تماس برنامه 02-220-93 جناب دکتر صاحب قیس نجداد با ما هستن و سوالات شما را پاسخ میدن و شما هستن یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین تا ما ها واسطان را بگونه اید روز در برنامه با خود داشته باشیم. حالا به این دکتر صاحب در رابطه با پرهیز اگر اشاره داشته باشین، از پرهیز یادداری کردین. بسیاری هست افراد هستن که زمانی که مبتلا به یک بیماری میشن اونا میگن که ما پرهیز کردیم، اصلا هم چنان به گفته خودشون اونا پرهیز کردن و پرهیز کردن نمیتونن. اگر اشاره داشته باشین نقطه ای که ما میخوایم بیان کنیم، یک سلسله امراض واقعا وجود داره که در طبابت به طور مثال پرهیزهای اکادمیک و علمی در مؤاخذ برش ذکر شده. بله طبابت به طور مثال یک پرویشن یا کسب نیست که ما همه هر چیزی که در دان ما آمد بگوییم مؤاخذه میشیم. ده ها دکتر این برنامه رو ما رو در جابی قرار میده. به طور مثال خاطر بگوی دکتر قیسی گفت پرهیز چیزی نیست که ما بگوییم ما چاره بخوره چکنی ده نخوره، چیزی که در مؤاخذ آمده. بنابراین پرهیزی که در معتبرترین مؤاخذه طبی بر مریضایی که هپاتایت فعال می داشته باشن ذکر شده عبارت از این است: در سه استفاده گوشت باید افراط نکنند. یعنی به چه مفهوم؟ در یک روز باید یک فرد بیشتر از 50 گرام یا نیم خورد گوشت بیشتر نگیره. استفاده پاراستامول باید جلوگیری خودداری به عمل بیاید. از استفاده غذای چرب باید جلوگیری به عمل بیاید. در ضمن مریضا باید الکل را قطع کنند، استفاده سیگارت را قطع کنند و در پلی از او بساتون کوشش شود که بالای میوه‌جات و سبزیجات پافشاری و تاکید بیشتر داشته باشند. یک پرهیز عزیز ای که فرد میگه به طور مثال من خربوزه را نمیخورم، بانجان سیاه را نمیخورم، به طور مثال فلانی چیز را نمیخورم، خودش برای خود از لحاظ روحی و روانی یک لیست را تنظیم کرده که اگر فلانی چیز بخویم درد مرا زیاد میکنه، اگر نخورم کم میکنه. بنابراین یک پرهیز منطقی که بر مریضایی که ولو سی روز جگر می داشته باشن و یکی به طور مثال امو زردی سفید و سیاه در پیشون موجود می باشه بهتری است که تأکید بالای میوه، تأکید بالای ترکاری، عدم افراط در استفاده پروتئین و گوشت، استفاده بیش از حد مایعات، قطع کردن الکل، در پلی از او قطع کردن سیگارت. مریض میگه ما به طور مثال دکتر سیب گوشت نمیخورم، ببینی که سیگارت خود در ماینه خانه میدرایه. خطر گوشت ما اطمینان دارم که سیگارت که زیادتر نیست. بنابراین باید ما هم پرهیزم مثل وقایع و تمام مانایش عملی کنیم. یا مثلا مریض یک مشکل بسیار خفیف بروسلوز یا مرقیبونی می داشته باشه، میگه از کل چیز با وجود خدا پرهیز کردیم جور نشدیم. در حقیقت تو خودت خدا بعد بخت ساختی دیگه. کی گفته کی پرهیز کرد؟ هر کسی که براتون گفته اشتباه گفته و بهتر مثلا یک چیز فضول برات رایه کرده. پریزای مشخص واقعا در بعض امراض وجود داره. مثلا مریضایی که نقص است باید غذای پروتئین نگیرن، مریضایی که به طور مثال شکر دارن باید غذایی که در ترکیب زیاد کالری داره نگیرن، مریضایی که به طور مثال روماتیسم مفصلی می داشته باشن گوشت سرخ باید استفاده نکنن. اینی پریزایی است که در مؤاخذ ذکر شده. ای که به طور مثال بعض جایا به خاطر معضلای تجارت که غذاهایی را که مریضای مشکل میری دارن نخورن، این قگلست در دسترس مریض قرار میده، یک مزخرفات است که فقط به خاطر بازاریابی است. بله بعضی به طور مثال مسائلی که در مشکلات معده حتی باید پرهیز شود، غذاهای سرخ شده، غذایی که در ترکیب خود اسید می داشته باشه، مرچ و سایر اینا گپا باید استفاده نشه. در غیر از او که ایره بخو او را نخو، یک لیست است که خود مریض برای خود میتا و روز به روز یک زیاد مرض خرابش کرده میره و از یک طرفی پریزای بجای خرابش کرده میره. بله دقیقاً. پس ببین هموطنان عزیز متوجه پرهیز خود باشیم. این که زمانی که می‌خوایم اگر پرهیزونه بگیریم پس مطابق همان تقسیم اوقاتی که دکتر صاحب بر ما شما هرایه میکنن خودمون را تنظیم بکنیم. حالا دکتر صاحب ببین در رابطه با رای درمان بگوین که چگونه میتونیم که رای حل پیدا بکنیم به چنین تداوی از این مریضا. بله؟ به صورت عموم در سه بود ما مورد ارزیابی قرار میدیم. یکی عبارت از مریضایی که زردی سفید هات میداشته باشند. این مرحله هات مریض به صورت عموم نظر با آماری که در دنیا وجود داره یا یکی میگه یک تداوی نشد
و یکی که به طور مثال یک سر دوایی به نام پگ اینترفرون است به سر زردی بر مریض توصیه میشه. دوم رای حلی که به خاطر از اینا وجود داره منتظر می باشیم که آیا زردی به شکل حادث است یا میره وارد مرحله مزمن. بله. یعنی اگر دوام زردی سفید در نزد یک فرد از 3 ماه طولانی تر میشه این مرحله مزمن میگن. در صورتی که به شکل مزمن تبدیل شده باشه در این مرحله 5 گروپ از دواها وجود داره. متاسفانه دواهای از این زردی سفید که هست یک ذره هزینه بلند داره، قیمت است، ولی مریض مجبور است که استفاده کنه و مریضا حداقل سال یک مرتبه یک معاینه را که به نام PCR میگن و را باید چک کنه. یکی میگه من زردی سفید داشتم باز گم شد، این یک چیزی هست از نظر طبابت مثل یک کفر واره. صحیح است که اگر یک نفر به تمام سال خوش شانس باشه معافیت کسب کنه در مدت 3 ماه بره پشرایش، این امکان داره در 15% واقعیت. ولی اگر زردی در نزد یک فرد به شکل مزمن میباشه و میگه گم شد، یعنی چی؟ اتر میشه که استعلای فعال و غیر فعال استفاده کنن. ولی او فردی که مثلا ولو که زردی سفید به شکل غیر فعال داشته باشه هیچ گاه بر فرد دیگه خون داده نمیتونه. نکته دیگه که ما میخوایم بیان کنم در مرحله ای که وارد مرض وارد به شکل مزمن شده باشه دواهای مشخصی هست که کمباینیشن یک سری دواهایی که 3 قلمه بر مریض داده میشه حداقل به مدت 12 ماه این میره استفاده میکنن و آستا مریض بهبود پیدا میکنه، کیفیت زندگیش خوب میشه، از چوچه دادن وایرس جلوگیری به عمل میاد و شیوع سرطان های جگر پیش مریض کم میشه. به خاطر حسبن بورتن زردی سیاه یا زردی سفید بله. چند مرحله را در بر میگیره دکتر صاحب در کل؟ من پیشتر این نقطه را اشاره دادم و میخوام وضاحت بیشتر برای بیان کنم که یکی ما اصطلاح صد وارد کردن یا مانع وارد کردن و پیشرفت مرض داریم، یک ریشه کن کردن داریم، اریدیکیت کردن داریم. مثلا اگر مریض سینه و بغل میشه دوا برش 5-6 روز در روز توصیه میشه میره سینه و بغل پشت رایش. زردی سفید و زردی سیاه یک مرض نیست که ما ایده بتانیم به طور مثال کتیم جلو پوستکش از بدن یک فرد بکشیم، امکان نداره. یعنی ریشه کن نمیشه، فقط کوشش میشه که وایرس مثل یک پهلوان ور زیر دست گرفته شود، چوچه نتا رپلیکیشن نکنه و شکل غیر فعال خود به فعال تبدیل نکنه. این ریشه کن کردن از اینکه به تمام آمانا از خون پاک شود توسط دوا این کار نیست که ممکن باشه. فقط دواهایی که بر مریضات توصیه میشه این است که پیشروی مرض را مانع میشه، ایجاد سرطان های جگر را پیش مریض کم میکنه، سیروز جگر را پیش مریض کم میکنه و در حقیقت نمی کلا کلا وایرس میزنه که بست از دیگر شد نکنی. او را ریشکن کدن نمیتونه که اکفر بگویم من زردی سفید داشتم دوا گرفتم منفی شد. نه خیر، منفی نشده، از شکل فعال به شکل غیر فعال تبدیل شده، ولی تو زردی سفید تا داری. بله دکتر صاحب، زنده و سلامت باشین. دکتر صاحب از اینکه در برنامه امروز من تشریف آوردین، اگر حرف آخر باقی مونده بفرمایید. فقط من میخوام من حیث آخرین جملاتم یک سری نقاط را بیان کنم که اول یک سری تفکیک بین یک زردیه که مثلا یک نفر زرد میزنه و زردیایی که با استفاده از وایرس ها انتقال میکنه باید باشه. مریضا در مرحله ابتدایی وایرس شاید اصلا شکایتی نداشته باشه، یعنی اصلا کدام عرض پیش مریض موجود نیست. مریض زردی سفید داره اصلا خبر نداره، زردی سیاه داره اصلا خبر نداره. بنابری اگر پیش فرد در مرحله هات کدام کس حالت خستگی، تب و جاندردی، درد مفاصل، درد عضلات، دلبدی، استفراغات پیدا میشه، به زودترین فرصت اینا باید مراجعه کنن تا اینکه اگر کدام هپاتایت وایرسی است، کدام آفت دیگه است، در مرحله ابتدایی شناسایی و به اساس از او هدایات لازم و اکادمیک بر مریض توصیه شود، نه اینکه خودش به دواخانه بره و گرم بس پیچکاری های انتیبیوتیک بدون علت بر خود توصیه کنه. جان سپاس دکتر سپاس در برنامه تشریف ممنون. خب هموطنان عزیزم این بود برنامه امروز، باز هم منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات تک تک شما خوبان هستیم. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه 4847 و همچنین صفحه فیسبوک برنامه. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتون.